همطور که میدونید امروز مهلتیه که کنگره آمریکا گذاشته بود برای اینکه این توافق رو رد کنه یا بپذیره. الان آخرین تلاش جمهوری‌خواهان در مجلس سنا برای مشروط کردن توافق هسته‌ای با مخالفت دموکرات‌ها روبرو شد. آخرین تلاش جمهوری‌خواهان و مخالفان توافق، میچ مکانل رئیس جمهوری‌خواهان در سنا گفته بود حالا که این توافق رو ما نمیتونیم رد بکنیم، اون رو مشروطش کنیم. براش دو شرط گذاشته بود که فقط اگر ایران اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و شهروندان آمریکایی زندانی در ایران رو آزاد کنه، مجلس سنا این توافق هسته رو بپذیره. و ما الان با رأی 53 به 45 دموکرات‌ها به مشروط کردن توافق هسته‌ای هم رأی ندادند و با این حساب این احتمالا آخرین تلاش جمهوری‌خواهان در مجلس سنا بود برای جلوگیری از توافق هسته‌ای یا در واقع مشروط کردن اون به بعضی از شروط. اما برای اینکه بیشتر راجع به راه‌های پیش رو صحبت کنیم و اینکه تحریما که برداشته میشه، فرهاد علوی کارشناس امور مسائل حقوق بانکی و مالی از واشنگتن با ماست. آقای علوی، در خوشبینانه ترین حالت کارشناسان معتقدند که تحریم های مالی و بانکی علیه ایران چند ماه دیگه برداشته خواهد شد؟ خب همونطور که تو گزارش بود، روز به اصطلاح implementation day، روزی که این توافق برجام اجرا میشه، هنوز مشخص نشده. به احتمال زیاد اوایل سال 2016 خواهد بود، یعنی به فاصله چند ماه دیگه. منتها نکته ای که خیلی مهم هست اینجا این است که به اصطلاح روزی که این تحریم ها به اصطلاح معلق میشن یا برداشته میشن تو کیس اروپا، اون الزاماً همون وقتی نیستش، زمانی نیستش که تحریم ها به اصطلاح از لحاظ بانکی ارتباطات باز میشن. در واقع بخش خصوصی معمولاً با یه تأخیری سیاست های خودشون رو عوض میکنن و ارتباط های خودشون رو برقرار میکنن. همین هم هستش که بعضی نهادها ممکنه با شک و تردید بخوان برن جلو، نخوان برن جلو، و بعضی ها ممکنه سریعتر. ولی ما تو الان موردش رو تو کوبا داریم میبینیم که الان چندین ماه با اینکه ارتباط های بانکی بین آمریکا و کوبا باز شده، هنوز بانک ها حاضر نیستن این کار رو بکنن، به اکثر بانک ها. و من فکر کنم به ایران هم همین حالت خواهد گرفت، یعنی به احتمال زیادی چند ماهی، بالاخره یک سالی ممکنه طول بکشه تا واقعا ما یه تغییر عمده ببینیم. و یک در واقع پیچیدگی دیگری هم داره توافق ایران و قدرت های جهان با بین آمریکا و کوبا، و این هست که در ایران بعضی از شخصیت های حکومتی و نظامی هستند که حتی میگن که این حضور اروپایی ها و نهایتا آمریکایی در اینجا به خاطر اینه که ما رو از اهداف انقلاب دور بکنه. اینها چنون نگرانی ها ایجاد میکنه در اینکه شرکت ها بخوان وارد ایران بشند؟ خب طبیعیه که این موضوع دو طرفه است. از یه طرف محدودیت‌های تحریمی و قانونی هستش، از یه طرف هم ایران هم بالاخره محدودیت‌های خودش داره، چه سیاسی چه اقتصادی. و خب به دلایل مختلف بالاخره گروه‌هایی هستن در ایران که مخالف این به سر روی کرده جدید هستن و بخوان ارتباطات رو باز کنن. و من فکر می‌کنم این نکته خیلی مهمه که ما متوجه بشیم که کلاً اونجوری نیستش که حالا قانون آمریکا یا اتحادیه اروپا هر چقدر عوض بشه، بالاخره یه سری حقایقی در ایران موجود هستش که شاید کمی جلوگیری کنه از سیل سرمایه گذاری و فعالیت‌های اقتصادی. خب از طرف دیگر شرکت‌ها باید هزینه‌های زیادی بکنند و این توافق به قدری پیچیدگی داره که حتی اگر هم افراد باش مخالفت نکنند، اما مشکلات تکنیکی در پایتخت‌های مختلف جهان ممکنه باعث بشه تا یک تحریمی برداشته بشه، تحریمی دیگه همچنان باقی بمونه به دلایل مختلف. این چه تأثیری می‌ذاره در اینکه شرکت‌ها بخوان به ایران برند یا نرند؟ خب ببینید، این واقعا باعث میشه یه ابهامی ایجاد میشه و یه کمی گفتم موضوع رو سخت‌تر میشه واسه به صورت تحلیلش واسه شرکت‌ها. و همین هم هستش که حسابی باید به قول معروف هم تکیه کنن روی نظر کارشناسان و واقعا هم خوندن و تحلیل این تحریم‌ها واسه واقعا کار سختی، به دلیل اینکه این تحریم‌ها یه موضوع یه دونه دو تا قانون نیستش، موضوع یه سری قانونی که در طی این 10 سال به خصوص اجرا شدن در مقاطع مختلف. و همین هم هستش که خیلی از بانک ها مثلا حاضر نیستن با ایران کار کنن، حتی در زمینه هایی که مجاز هستش. چرا؟ به دلیل اینی که بخوان به صورت موشکافی کنن ببینن که دقیقا چه کارهایی میتونن بکنن چه کارهایی نمیتونن بکنن، خب خود این خیلی هزینه باره و زمان کار خیلی سختی و احتمال و پتانسیال ریسک خطا هم طبیعتا زیاده. همینی که خب به تدریج باز کردن این درها و این
و معلق کردن این تحریم‌ها تا حدی این کار رو راحت‌تر می‌کنه، ولی باز با این وجود بعد از اینکه این توافق هم اجرا شد باز خیلی سخت خواهد بود و طبیعتاً خب خیلی لازم هستش که بانک‌ها و شرکت‌های دیگه محتاط باشن که بدونن که هنوز که هنوز یه تحریم‌هایی هست به خصوص از طرف آمریکا و به این ترتیب بعد احتیاط به خرج بدن.